خب سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رزا هستم از چنلی توی فلکس فیتنس توی این ویدیو اومدیم سری بزنیم به نتیجه مسابقه مستر بیگ پرتغال مستر یکی از بزرگترین مسابقات اروپا محسوب میشه که برای گرفتن جواز مستر اولمپیا توی دسته های مختلف 212 کلاسیک بیلدینگ و همینطور بانوان بدنسازان از سازان حرفه روی استیج میان تا بتونن جواز مستر المپیا خودشون رو به دست بیارن هر سال کلی بدنساز ساز خوبو داریم که توی این مسابقه جواز خودشون رو گرفتن سالهای گذشته چندین بدنساز ایرانی ایرانیو داشتیم پارسال چهار بدنساز ایرانی روی این استیج بودن توی دسته کلاسیک فیزیک و امسال فقط یک ایرانی روی این استج داشتیم و اون هم آیت باغری بود آیت اومد توی دسته 212 پوندی های این مسابقه شرکت کرد و در نهایت مقام هفتمی رو به دست آورد نفر اول این مسابقه رومن بود و رومن یک بدن خیلی خوب آورده بود با اینکه سایزش از بقیه یه مقدار کمتر به نظر می اومد اما یک کاندیشن 100 درصد یک سیمتری و تناسب و تقارن کامل رو داشت و به طور کلی زیباترین شیپ بین همه داشت و از نظر کاتم یک لول بالاتر از خیلی ها بود و به طور کلی باید بگم که رومن شایسته قهرمانی این مسابقه بود این لیست تاپ این مسابقه است که میتونید ببینید و آیت باقری از ایران توی جایگاه هفتم این مسابقه قرار گرفت. آیت سال گذشته یکی از استیج‌های حرفه‌ای اسپانیا رو قهرمان شده بود و جواز المپیک خودش رو داشت ولی خب متاسفانه به خاطر مشکلات ویزا نتونست به آمریکا برسه خب بریم سراغ دسته کلاسیک فیزیک و بعد بریم سراغ بیلدینگ دسته کلاسیک فیزیک بزرگترین بولد و هایلایت خبریش روی استفان ماسالا بود و استفان ماسالا چند ماهی میشد که توی اینستاگرام به شدت کولاک کرده بود و همه اونو میدیدن اونو با رامون روشان مقایسه میکردن بهش میگفتن نسخه فرانسوی رامون دینو و یه بدنسازی بود که در مدت کوتاهی تو اینستاگرام به شدت معروف شد اما اگه یادتون باشه من توی چند ویدیویی که در موردش صحبت کردم همیشه گفتم گفتم استفان داره توی یک نور فوقالعاده فیگورگیری میکنه توی یک نور پردازی فوقالعاده توی پوزینگ روم نمیشه اینو پیش بینی کرد که این آقا بیاد خیلی راحت همه رو قهرمان بشه تا وقتی که اونو روی استج نبینیم نمیشه پیش بینی کرد و ما بالاخره رو روی استیج دیدیم این ویدیویی که میبینید الان از فیگور انفرادی استفان ماتالا روی استیج مست بیگ اولوشن پرتغال هست و به طور کلی باید بگم که استفان بدن خوبی روی این استج آورد و اصلا ضعیف نبود اما از نظر کاندیشنینگ یک مقدار ضعیفتر دیده میشد نسبت به نفر اول این مسابقه و همینطور نسبت به خودش ضعیفتر دیده میشد و اینکه اون ورژنی که از استفان ما توی باشگاه دیده بودیم خیلی کاتتر، فیبرتر و ازولانیتر از ورژنی بود که روی استج دیدیم از نظر سایز تفاوت آنچنانی نداشت ولی خب میگم از نظر کات به شدت متفاوت بود این دو بدن ولی یکی از فیگوریست های خیلی خوب استفان مطالا تسلط خیلی خوبی روی فیگوراش داره به شدت بدن متناسبی داره و به شدت همه چیه بدنش به هم میخونه متناسبه بالا و پایین با هم تناسب داره تقارن خیلی خوبی داره همینطور که گفتم یکی از بهترین فیگوریست که به شدت فیگوراش رو زیبا اجرا میکنه با یک پوزینگ نمایشی قشنگ ولی چیزی که ما در نتیجه دیدیم در آخر آنتونی ملقب به گرومپی گریزی تونست قهرمان بشه یه بدنسازی که اصلا مطرح نیست و الان اینستاش نگاه کنید کمتر از 6000 تا فالوور داره و به نظرم توی کات و کاندیشنینگ تونست استفانه شکست بده البته که نمیشه درست نظر داد چون با ویدیوهایی با کیفیت تری ازش باشه اما به هر حال این آقا قهرمان شد استفان ماتالا نایب قهرمان شد و نکته جالب هم اینجاست که استفان زیر نظر یک مربی ایرانی کار میکنه به اسم احسان نجفی توی فرانسه و همینطور دوبه تمرین میکنن این دو نفر بیشتر, بیشتر اوقات اگه اشتباه نکنم توی دوبه هستن توی باشگاه بینوسوان و این بود از صحبت هایی که در مورد دسته کلاسیک فیزیک این مسابقه داشتیم و مسابقه هیجان انگیز و خیلی خوبی هم بود خب به مسابقه دسته سنگین وزن این مسابقه دسته سنگین وزن این مسابقه هم خیلی هیجان انگیز بود چندین بدنساز مطرح توی این استیج بودن آندریا پرسی ایتالیایی رومن و همینطور امیر اومراجیکو ولاد سورچکو از اوکراین این بدنسازه بدنسازه بدنساز این مطرحی بودن که روی این استج حضور داشتن و در نهایت آندریا پرستی با یک بدن فوق العاده کات فوق زیبا تونست این مسابقه قهرمان بشه یعنی از همون اول کار که آندریا پرستی اومد و فیگور انفرادیشو گرفت همون موقع خیلی متوجه شدن که آندریا میتونه قهرمان این مسابقه باشه بعد از اونم رومن یک بدن فوق العاده داشت مخصوصا توی فیگورای بغل یک کات فوق العاده بغل پا و باسن رو داشت که واقعا میتونم بگم یکی از کم نظیرترین کاتا رو داشته امیر اومراجی هم تا الان چندین مسابقه حرفه داده امسال سال 2023 اولیشه که ما دیدیم با بهروز تابانی رقابت کرد توی آرنولد کلاسیک برزیل و اونجا نتونست به دو نفر برتر برسه اینجا هم به دو نفر برتر نرسید و تونست این توی این مسابقه سوم بشه به طور کلی یک مسابقه هیجان انگیز و خیلی خوب بود نکته عجیب ماجرام ششم شدن ولاد سورچکو بود ولاد سال گذشته مس المپیایی بود البته که توی مس المپیا نتیجه خوبی رو نگرفت ولی خب اینجا هم باز اومد ششم شد و خیلی عجیب بود برای خیلی‌ها که چرا ولاد ششم شد و طبق چیزایی که من دیدم به نظر میومد که ولاد با یک بدن آبدار و خارج از پیک و کات مسابقه اومده بود روی این استج و نتونست اون نتیجه دلخواه به دست بیاره و این بود از این مسابقه یک مسابقه هیجان انگیز و خیلی خوب بود یه مورد دیگه هم که اتفاق افتاد و خیلی جالب بود سکوی 360 درجه بود که توی این مسابقه کار گذاشته بودن و واقعا تبریک میگم به برگزار کننده این مسابقه به شدت ایده ناب و خفنی بود قبلا دیده بودیم این مدل رو ولی خب این یکی خیلی خفن بود که بعد از مدت ها دوباره اجرا شد و این سکوی 360 درجه بدن از روی این سکو وایساده بودن و تمام فیگورای رو میگرفتن و باعث میشد که داورها و همینطور تماشاگرها تمام بدن اونها رو توی در تمام زوایا ببینن و یه اتفاق خیلی جالب و خیلی خوب بود که فکر کنم اگه به مستر اولمپیام این حرکت اضافه بشه میتونه خیلی بازخورد بهتری و جالبی داشته باشه که مثلا تاپ سیکس مستر اولمپیا اینجوری فیگور گیری کنن و خیلی جالب میشه که اینو ما ببینیم بین نفرات برتر مستر اولمپیا خب به این بود از این ویدیو و اطلاع رسانی در مورد مسابقه مستر بیگ اِوولوشن مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره مرسی از همه شما Now, the question is Are you 3D? I got you.